برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در 10 روز گذشته 11600 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شدند. پاکستان تودی یک شنبه شب 23 اردیبهشت گزارش داده که دولت پاکستان این شمار از مهاجران را از 11 تا 21 ماه جاری شمسی از این کشور اخراج کرده است. ادامه اخراج اجباری پناهجویان از سوی دولت پاکستان سبب نگرانی نهادهای بین المللی شده است. چندی پیش برخی از سازمانهای جهانی هشدار داده بودند که اخراج مهاجران از ایران و پاکستان سبب بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت از آغاز کمپین سراسری واکسن فلج کودکان از جمله در جنوب افغانستان استقبال کرده و گفته این یک گام مهم در راستای ریشه‌کن کردن فلج کودکان در افغانستان است. پیش از این گروه طالبان به ویژه در استانهای جنوبی مانع کمپین خانه به خانه فلج کودکان می شدند. ویروس فلج کودکان در همه جای دنیا غیر از افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است. همین هفته قبل یک کودک در قندهار به این بیماری مبتلا شد و از ابتدای سال جاری میلادی 3 مورد ابتلا به فلج کودکان گزارش شده است. این بیماری علاوه بر فلج کودکان میتواند کشنده هم باشد اگر عضلات تنفسی را فلج کند و جلوی تنفس را بگیرد. سازمان جهانی هواشناسی در گزارشی به برخی رویدادهای شدید آب و هوایی ایران در سال گذشته پرداخته و نسبت به چالش‌های اقلیمی ایران به ویژه سیل و خشکسالی ابراز نگرانی کرد. از جمله رخدادها در این گزارش میتوان به سیل آستارا، خشکی تالاب هامون، طوفان‌های گرد و خاک جنوب شرق و پیامدهای باد لوار اشاره کرد که تأثیر نامطلوبی بر سلامتی، تعطیلی مدارس، خطرات حمل و نقل و خسارات به محصولات وارد کرده است. در بخش دیگری از گزارش به کمبارشی در اکثر مناطق ایران که سبب بروز سومین خشکسالی متوالی و گسترده شده و وزش باد شدید، طوفان، گرد و خاک در جنوب شرق ایران که باعث جراحات و بستری شدن تعدادی در بیمارستان شد اشاره کرد. ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان در مخاطرات طبیعی است و 90% جمعیت کشور در معرض خطر 3 پدیده بحرانی قرار دارند. به گفته کارشناسان 32 نوع از 40 بلایای طبیعی شناخته شده دنیا در ایران اتفاق می افتد. آسیب پذیری شهرها و روستاها در برابر سیل، زلزله و فرونشست زمین علاوه بر تلفات انسانی هزینه های زیادی در بر داشته. بحران خشکسالی و گرمایش زمین هم قربانیان زیادی بر جای گذاشته است. بیش از 1/3 جمعیت ایران در زون‌های پرخطر زمین لرزه سکونت دارند و بیش از 60% ساختمان‌ها در مقابل زلزله‌های بزرگ ایمن نیستند. به گونه ای که یک زمین لرزه به بزرگی 7 ریشتر در ابرشهر تهران در لحظات اولیه می‌تواند نزدیک به 1,000,000 کشته و مجروح داشته باشد. یک دیواره آجری از یک بنا و چند آثار تاریخی دیگر در ابتدای خیابان بابا طاهر همدان که از سوی شهرداری به منظور آغاز عملیات عمرانی پیاده راهسازی آغاز شده بود کشف شد. به نظر باستانشناسان شواهدی از دوره اسلامی و ایلخانی روی بعضی تکه های سفال های این آثار قابل رؤیت است. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد روز شنبه 22 اردیبهشت مجوز رسمی انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در این نقطه از همدان صادر شده است.